در این یک سال بر ما چه گذشت؟ روزی که مهسا چمدونش رو بسته بود و برای دیدن بستگانش از سقز به تهران اومده بود، شاید هرگز فکر نمیکرد که برادرش تنها به کردستان برگرده. مهسا مستقیم از بازداشتگاه راهی بیمارستان کسرا شد و بعد از 3 روز که گفته بودن توی کما بوده، حالا اعلام کردن که پرکشید. مهسا هستیم! مرد و زن در مراسم عزا به جای بر سر کوبیدن، روسری‌های از سر برداشته رو تو آسمون تکون دادن و همین روسری‌های برباد رفته شد نماد انقلاب در سراسر ایران. بودو سرکوبگر، بودو که مردم دارن میان، بودو تندتر، زیر دست پا نمونی سرکوبگر، زیر باتوم نمونی، بودو، بودو، بازم بودو، از کردستان تا تهران بودو، از اصفهان تا شیراز، تا رشت، سیستان، بلوچستان، مازندران، آذربایجان. جمهوری اسلامی وقتی دید در برابر شجاعت این مردم اتحادشون نمیتونه ایستادگی کنه، دست به کارایی زد که حتی داعش و طالبان هم علیه مردم تحت اشغال خودشون انجام ندادن. یه احساس مسئولیتی میکردم از اینکه من باید واقعا باید برم پشت این خواهرامون، مثلا یه دختر مثلا 15-16 ساله که میره، من باید برم جلوش بیستم، باید جلوش بیستم. خیلی قوی هستی، واقعا قوی ترین زن دنیا. من باید خوب باشم. با وجود همه این فشارها و سرکوبها، دانشجویان واقعا جانانه ایستادن و مقاومت کردن و دانشگاه ها یه بار دیگه نشون دادن که همیشه خار توی چشم بودن. اداره مملکت سخت، واقعا سخته. بله، اداره مملکت براتون سخت بود، ولی جنایت کردن و حمله شیمیایی به مدارس براتون سختی نداشت. بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این روزا حجاب را از سرم برمیدارم. سرداران بزرگ، کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم بودن. دخترها و پسرهای شجاعی که دیوار ترس رو شکستن و جلوی یک حکومت تا بن دندان مسلح با دستای خالی ایستادن، و این نسلیه که عقب نخواهد نشست. خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم، واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت، خوشحال باشن که رفتم تظاهرات و همه چی عوض شده.